مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی 11 فروردین اعلام کرد با تصویب هیئت مدیره تا اطلاع ثانوی روزنامه خورشید منتشر نخواهد شد. به گزارش ایرنا و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان تأمین اجتماعی، دکتر ذبیحی درباره توقف انتشار این روزنامه گفته است در خصوص نحوه و ادامه انتشار روزنامه خورشید بحث‌های زیادی صورت گرفت و بر این اساس تصمیم گرفته شد تا انجام اقدامات کارشناسی دقیق‌تر و لحاظ کردن صرفه و صلاح سازمان و مخاطبان آن، بیمه شدگان و مستمری بگیران و غیره، روزنامه مذکور تا اطلاع ثانوی منتشر نشود. در همین زمینه یکی از دبیران روزنامه خورشید نیز به ایسنا گفت افرادی که در این روزنامه مشغول به فعالیت بودند به دلیل مشخص نبودن اهداف سیاسی روزنامه و دست نیافتن به آن تصمیم گرفتند انتشار روزنامه را 15 روز متوقف کنند تا این روزنامه قبل از انتخابات با کادر جدید شروع به فعالیت کند. وی که نامش در خبر ایسنا اعلام نشده است، ضمن ابراز امیدواری از انتشار مجدد روزنامه در اردیبهشت ماه عنوان کرد به احتمال زیاد کادر جدید روزنامه پس از ارزیابی قبل از آغاز انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شده و این روزنامه مجدداً منتشر می شود. روزنامه خورشید به صاحب امتیازی سازمان تأمین اجتماعی و مدیر مسئولی محسن احمدی، سخنگوی وزارت رفاه و از نزدیکان عبدالرضا مصری وزیر رفاه و تأمین اجتماعی از شهریور 1387 در روز عید فطر منتشر شد. بر اساس اعلام رسانه‌های ایران، بودجه اولیه راه‌اندازی این روزنامه 12 میلیارد تومان بود. اختصاص بودجه چند میلیارد تومانی به این روزنامه توسط سازمان تأمین اجتماعی، در حالی که این سازمان حقوق معوق بازنشستگان را پرداخت نکرده، مورد انتقاد قرار گرفت. همچنین بر اساس تبلیغات اولیه قرار بود این روزنامه در تیراژ 1 میلیون نسخه و با ارزان‌ترین قیمت در ایران منتشر شود، اما تیراژ این روزنامه هیچگاه به بالاتر از 100,000 نسخه در روز نرسید و بر اساس تخمین محافل رسانه‌ای ایران، برگشتی این روزنامه تا 80% تیراژ آن بود. برخی محافل سیاسی ایران و گروه‌های اصلاح طلب نیز از منتقدین انتشار خورشید با بودجه دولتی بودند. از نظر این منتقدین، روزنامه دولتی ایران برای انعکاس نظرات دولت کافی است و نیازی به راه اندازی یک روزنامه پرخرج جدید نبود. روزنامه خورشید در طول انتشار 6 ماهه خود همچنین با مشکلات داخلی فراوانی روبرو شد و چندین وبلاگ افشاگرانه از اتفاقات داخلی این روزنامه در اینترنت با نام‌های مستعار به وجود آمد. این روزنامه همچنین شاهد تغییر چندین باره هیئت تحریریه خود بود تا به نقطه مطلوب مدیرانش دست یابد. اما این اتفاق رخ نداد و خورشید روزنامه‌های اصولگرایانه حامی احمدی نژاد چند روزی پس از نوروز 1388 و با پیام نوروزی رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر اصلاح الگوی مصرف غروب کرد.